سلام به دوستان من یه چند جمله کوتاه میخوام بگم در مورد دعوای جنگ زرگری که بین مجمع تشخیص مسئله نظام و آقای جهانگیری اتفاق افتاده آقای جهانگیری اومده گفته که لوایح چهارگانه FATF و که در واقع مشهور شده در داخل کشور به لوایح پولشویی و پالرمو اینها در جلسه سران سه تصویب شده و رهبر هم تایید کرده بعد از یک روز مجموعه تشکیل مسلحت اومده بدونی که اشاره بکنه به اینکه اون بخش اول صحبت آقای جهانگیر درسته یا نه که سران سه قوه تصویب کردن گفته رهبر انقلاب هیچ چیزی به مجموعه تشخیص ابلاغ نکرده در واقع یک نوع تکذیب نیم بند کرده نگفته که رهبر انقلاب تایید نکردن حتما اونها مطلع یعنی آقای لاریجانی قطعا صادق لاریجانی رئیس مجمع حتما مطلع که رهبر تایید کرده یا نه ولی میگه به مجمع ارجاع ندادن حالا بازی چیه با توجه به اختار اخیری که به ایران دادن که اگر تا یک تاریخ معین تکلیف این لوایح مشخص نشه یک سری تنبیه اعمال خواهد شد به نظر میرسه یک بازی جدید شروع کردن که جلوه بدن که در مراحل تصویب هست سران استقوبه تایید کردن رهبرم تایید کرد. حالا مراحل قانونیش و ثبتش اجرا خواهد شد به نظرم غیر از این چیزی نیست چون قبلا سابقه داشته اگر چیزی به نقل از رهبر میگفتن که ایشون قبول نداشت بلا فاصله دفترش تکذیب میکرد این که مجمع تشخیص مسلحت میاد از قول رهبر تکذیب میکنه مشخصه که رهبر خودش نه جرأت داره به خاطر فشارهای داخلی تاییدش رو تایید بکنه نه جرأت داره تاییدش تکذیب بکنه حالا برای اینکه هم نیروهای داخلی رو حفظ بکنن هم فریب بدن های خارجی رو یا فرصتی پیدا کنن برای اینکه راه حلی پیدا کنن راه حل میانه به این طریق عمل کردن که در واقع معاون اول قو... رئیس جمهور اومده اعلام کرده اگر دروغ بود حداقلش این بود که آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه تکذیب بکنه برای اینکه ایشون که با دولت سنمی نداره و بلکه با دولت مخالفه حداقل در ظاهر رئیس مجلس حالا میگیم یه مقداری با دولت نزدیکه اما رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی قطعا اگر از قولش دروغی میگفتن تکذیب میکرد این مشخصه که پس در ج... در هم در جلسه سران قوه تصویب شده نکته بعدی که باید بگیم این کاری که آقای روحانی و عواملش دارن میکنن مشروعیت میدن در همین دو حکومت نیمبند غیر قانونی دارن به اقدامات غیرقانونی تر مشروعیت میدن من نمیدونم اصلا جلسه سران قوه چه سیغه یه در مملکت داری که چیزی که قانونی که در مجلس تصویب شده شورای نگهبان رد کرده رفته مجمع تشخیص مصلحت در همین حکومت عرض می بی در کرد به هر حال داره یک روند بر اساس ادعای خودشون قانونی رو طی میکنه حالا در مجمع تشخیص مصلحت آقای جهانگیری میگه رؤسای سه قوه تصویب کردن این واقعا کاری که آقای روحانی داره میکنه حالا لابد اواخر کارش فکر میکنه در درآمد خودش سمت بالاتری داره میتونه این روش های غیر قانونی رو ازش بهره بکنه به هر حال خلاصه موضوعی که به نظر میرسه فشارهای خارجی از یک طرف و ترس از تندروهای داخلی یک راه حل میانه ایدئال پای آقایون گذاشته که به جای نهادهای قانونی رسمی خودشون یک نهاد غیر قانونی من در آوردی به نام جلسه سران قوه موضوع رو تصویب بکنه اعلام بشه که نهادهای خارجی تایید بکنن و بعد براش فکری بکنن متشکرم